درود بر شما، روک هستم از اسکادران TF-81 با ویدیو آموزشی هواپیمای سوخوی 25T. بخش 13 هم میخواییم در مورد تسلیحات لیزری حرف بزنیم، هدایت لیزری. خب زمان زیادی هم بود که به خاطر شرایطی نتونستیم ویدیو آموزشی بسازیم، در خدمت شما باشیم. در مورد هواپیمای سوخوی 25T خیلی خلاصه و مفید بخوام بهتون بگم، تسلیحات هدایت لیزری 4 نوع سلاح ما داریم که هدایت لیزری دارن. موشک خا 29L که فقط و فقط روی دوتا پایلون اول بالها نصب میشه. موشک ویخر خیلی معروف هست. این موشک فقط و فقط روی پایلونای دوم نصب میشه. و موشک خا 25ML ورژن پیشرفته تر موشک خا 25 هست با سیکر لیزری. میتونیم روی پایلون 3 یا 4 و روی پایلون 8 یا 9 نصبش کنیم، یعنی حد اکثر 4 تا میتونیم ببریم. و مدل آخر هم خب راکت هست. در اصل این راکت S25 رو میشناسید اگه ویدیوی آموزش راکت دیده باشین، یه راکت بسیار سنگین و مهیبی هست. یه سیکر لیزری سرش گذاشتم با فین هدایت کننده که به نام S25L شناخته میشه. روی هر 4 تا پایلون اگه اشتباه نکنم میشه گذاشتش. اجازه بدین بررسی کنم. بله، روی هر 4 تا پایلون میشه گذاشت. پایلون آخر که کلن یا پاد جمر هست یا موشک آرش هست. ما وقتی میگیم سلاح لیزری منظورمون چی هست؟ این یه نکته یه که خب خیلی ها نمیدونن و شاید به همین دلیل بخوان توی کارپوریشن کار کنن، با همکاری همدیگه کار کنن، به یه سری مشکلاتی برخورد کنن. ما دو مدل هدایت لیزری توی بازی داریم، توی DCS داریم. حالا تو دنیای واقعی یکم متنوع تر هست ولی خب همین دو مدل اصلی هست. یکی دزیگنیت کردن هست که بهش میگن اصطلاحاً دزیگنیتر لیزر یا لیزر دزیگنیشن، و یکی دیگه لیزر بیم رایدینگ هست. ما اینجا سلاح‌های S25L، خا25ML و خا29L ما اینها بر اساس سیستم هدایت لیزری به قول معروف با لیزر دزیگنیتور هدایت میشن، اما موشک ویخر با لیزر بیم رایدینگ هدایت میشن. تفاوتشون چی هست؟ تفاوتشون مدل اول که لیزر دزیگنیشن هست، از به قول معروف اون دماغه هواپیما، اون سیستم دوربین اپتیکالی که داریم، یه لیزر خیلی پرتوانی تابیده میشه به هدف. این لیزر خب کدد هست، یه کد، یه پالس رپتیشنی داره، یه کدی را اعلام میکنه برای سیکرهایی که میبیننش. و خب وقتی که این لیزر به هدف میتابه، حالا میتونه این هدف سقف یه تانک باشه، میتونه یه خونه باشه، میتونه یه تجمع سرباز باشه، وقتی میتابه مثل نقطه لیزر قرمزی که رو دیوار میتابونین، از همه زاویه به طور درخشان دیده میشه. تمام این موج هدایت میشه به اون نقطه، اون نقطه درخشان میشه، سیکر موشک اون نقطه رو پیدا میکنه و بدون اینکه بدون اطلاع داشته باشه چقدر فاصله هست، حداقل توی مدل سوخو 25T من تحقیق کردم اینطوره، نمیدونم واقعا تسلیحات جدید اونقدر اطلاعات ازش بیرون نیست یا من اطلاع ندارم که آیا میتونم بردم به سنجن یا نه، مگه اینکه رنج فایندر لیزر کنه هواپیما که اونم بالا سلاحایی که با دیتا لینک به هواپیما وصل میشن. این نقطه نورانی رو میبینه و خب به طرفش حرکت میکنه، پین پوینت هست، یعنی به دقیقاً به اون نقطه‌ای که لیزر تابیده شده برخورد میکنه تحت شرایط استاندارد استفاده، حتی مثلا با سیکرهای قوی و با پادهای هدفگیری خیلی قدرتمند میتونن موشک رو هدایت کنن به بخش خاصی از تانک، نه اینکه فقط صرفا بگن برو به این وسیله یا به این هدف اصابت کن. لیزر بیم رایدینگ یه داستان متفاوت تری داره. لیزر بیم رایدینگ شما لیزر رو به طرف هدف نمیتابونید که سیکر موشک، نوک موشک اون نقطه نورانی رو ببینه.
شما اولا که یه جورایی میشه گفت لیزری دیگه در کار نیست، یه نور بازشونده‌ای، یه موج الکترومغناطیس بازشونده‌ای میتابونه مثل قیف. این موج الکترومغناطیس بازشونده زمانی که موشک شلیک میشه اطلاعات و دیتای محل هدف رو میتابونه و سیکر موشک به جای اینکه سر موشک باشه پشت موشکه و از هواپیمای مادر این لیزر رو کد دریافت میکنه و خودش رو هدایت میکنه به طرف هدف. زمانی که شما شلیک میکنید این قیف به صورت باز هست چون که میخواین سریعتر وقتی موشک پرتاب میشه اکوایر کنه این موج لیزر رو توی اون سیکری که توی دمش داره ببینه. وقتی که حرکت میکنه به هدف نزدیکتر میشه این قیف تنگتر و تنگتر میشه به خاطر اینکه یه وقت اون اینتنسیتی و شدت و ارتباطش رو از دست نده. فایدهش چی هست؟ فایدهش اینه که سیستمای پیش هشدار یا اخطار لیزری که روی تانک ها و وسیله ها هست لیزر بیم رایدینگ رو معمولا دریافت نمیکنه به خاطر اینکه لیزر باز میشه انرژیش رو از دست میده. تا زمانی که به هدف برسه خیلی انرژی نداره که اون سیکر به قول معروف فعال بشه. در مورد تانک ها و سیستم ها سنسورهای خیلی جدید من اطلاعی ندارم. در مورد تانک های مثلا 70s 80s دهه 70 80 میلادی خب هست مقالات زیادی هست که این مثلا یکی از دلایل استفاده از لیزر بیم رایدینگ همینه. عیبش چی هست؟ عیبش اینه که دو تا عیب بزرگ داره. یکی این که شما نمیتونید بادی لیز کنید، نمیتونید لیزر بندازید برای شخص دیگه ای که اون سلاح پرتاب کنه. شما خود هواپیمایی که لانچ میکنه باید شلیک کنه، مسلم هم هست به خاطر اینکه باید موشک داخل اون قیف باشه. یه اشکال دیگه اینه که در شرایطی که هوا مساعد نیست یا باد ارضی وجود داره موشکی که شلیک میشه ممکنه به محض اینکه شلیک شد به قول معروف خارج بشه از اون قیف لیزر، اسلو کنه به چپ و راست، به هر طریقی از اون قیف خارج بشه. وقتی از اون قیف خارج بشه شانس این که دوباره برگرده کمه، یعنی اصطلاحا میگن سلاح ویست میشه. این بود توضیحات در مورد لیزرها. در مورد خود سلاح ها بخوام بهتون توضیح بدم، موشک خوابی 9L که فقط دو تاشو میتونیم حمل بکنیم یه موشک خیلی سنگینی هست. موشک خوابی 9L یک موشک بسیار بسیار سنگینی هست، 320 کیلوگرم اگه اشتباه نکنم سر جنگی اون هست، وارهد اون هست، هدایت لیزری هست مدل الش که حالا گفتم بهتون. استفاده میشه ضد اهداف سنگین، ضد سنگرها، ضد استحکامات، تجمعات و خب میشه خب تانک هم باشی زد، میشه آدم هم باشی زد، مثال میگم، ولی معمولا کاربردش زدن اهداف بسیار سنگین و محکم و مستحکم هست. موشک بعدی که ما میخواییم در موردش صحبت کنیم موشک خوابی 25ML هست. موشک خوابی 25ML موشکی هست که یه سر جنگی 90 کیلوگرمی داره و اجازه بدیم بیارمش. یه سر جنگی 90 کیلوگرمی داره. خب حالا مدل ضد رادار و مدل لیزری شما اینجا داریم. برای اهدافی استفاده میشه که میشه باش تانک زد، میشه باش تجمعات زد، مشابه خوابی 29. اما نه قدرت خوابی 29 الا داره و نه برد اون رو داره. اینا مد نظر داشته باشید. در مورد S25L هم لازم دیتاشو داشته باشین که درست استفاده کنید. این راکت S25 با سیکر لیزری. اون پره های دوم که میچرخه چرخش داره، این سر ثابت میمونه و با این فین ها هدایت میکنه خودش رو. یعنی همون راکته که فقط یه سیکر لیزر سرش گذاشتن. به خاطر اینکه این هدایتش به این صورت هست خیلی قدرت مانوردهی نداره. هم پنجره شلیکش خیلی کوتاهه به خاطر اینکه راکت هست، یعنی برن کوتاهی داره، بردش تقریبا کمه و پنجره شلیکش کمه، اون
قیفی که شما اون زاویه‌ای که میتونی شلیک کنی کمه، مانورپذیری محدودی داره. یک سر جنگی 190 کیلوگرمی داره. حالا نکته جالب اینه که اینجا 190 نوشته، ولی خب منابع اینترنتی میگن 150 کیلوگرمه سر جنگیش. در هر حالت بدونید که اونم سلاح مهیبیه، ضد تجمع نفرات میشه استفاده کرد. بریم سراغ موشک ویخر، موشکی که لیزر بیم رایدینگ هست. موشک ویخر این موشک هست، خب این سبک هست، سر جنگی تقریبا 10 کیلوگرمی داره. عرضم به حضور شما که تندم هیت هست و نمیدونم یه مقدار زیاد به نظر میاد، ولی از بعد، یعنی حتی با وجود ارا، حتی با وجود اکسپلوسیو ریاکتیو آرمور روی تانک ها، 1000 میلیمتر قدرت نفوذش به زره آر اچ ای یا رولد هوموجنس آرمور هست. یعنی یه چیز واقعا وحشتناکیه، سلاح ضد تانک خیلی خفنیه. ما هم نکته خیلی قشنگتر و زیباترش اینجاست که ما میتونیم 8 و 8 16 تا از این سلاح رو حمل کنیم. این یه قدرت خیلی زیادی به هواپیمای سوخو 25 تی میده. وارد میشن میشیم تا مواردی که گفتیم رو تست کنیم و نحوه شلیک و استفاده از این تسلیحات به شما آموزش بدیم. یک مقدار تراتل رو کم میکنم. روی جزیره روبرومون یه سری اهداف رو مشخص کردیم، قرار دادیم میخوایم یکم لک لک شکار کنیم. اهل فن میدونن منظورم چیه. خب دکمه ای که لازمه بدونیم علاوه بر ویدیوهای قبلی، دکمه ای هستش که لیزر ما رو خاموش و روشن میکنه توی این ماژول FC3 و لیزر رنجر آن آف. رایت شیفت و او هست، شیفت سمت راست او. میتونین روی جویستیک خودتون این را قرار بدین تا ازش استفاده درست بکنید، چون که خیلی وقتا باید سریع خاموش و روشن کرد برای شلیک دوم. در مورد موشک ویخر حواستون بهش باشه که دم دست باشه. من اگه جویستیک ندارید این دکمه رو عوض کنید، یه دکمه نزدیک بذارید. این پیشنهاد من به شما هست. خب سیستم اشکوالمون رو روشن میکنیم، میریم مود شماره 7 Air to Ground، اشکوال روشن، جای حدودی اهداف رو میدونیم، میریم روی اون نقطه. اگر گراند استابیلایز نشد خب پایین تر لاک میگیریم و بعد مجددا اسلو میکنیم، ولی الان این اتفاق رخ داد، مشکلی ما باهاش نداریم. زوم میکنیم، به دنبال اهداف میگردیم، چهار تا لک لک اینجا و چند تا دیگه هم حالا قرار دادم که میتونیم پیدا کنیم، شناسایی کنیم. اگر هنوز دوست دارین بدونین منظورم چیه، تانک لکلرک فرانسوی هست که به قول خودشون لکلر، میخوایم شکار کنیم. اول از همه اجازه بدید که موشک خواه 29L را امتحان کنیم. این 29L نشون دهنده موشک خواه 29L هست. S25L 25ML همون موشک خواه 25ML هست و 9A4172 کد موشک ویخر هست، به همراه یک دایره‌ای که اون قیف مجاز شلیک به ما را نشون بده. بدونید که اگه ارتفاع داشته باشید، مخصوصا اگر ارتفاع داشته باشید، میتونید از برد بیشتری سلاحاتون رو شلیک بکنید. میرسه معمولا، الزاما نباید حتما صبر بکنید که این فلش به این آجر اصطلاحا بریک اول برسه. خب بریم سراغ 29ML. خب 29L که سلاح سنگین ما هست روی پایلون اول. اینجا داره به ما میگه توی این ارتفاع سرعت میتونم از 9 کیلومتری حدودا شلیکش کنم. من میخوام از 12 کیلومتری شلیک کنم. برای شلیکش ما لیزر رو روشن میکنیم. زمانی که قصد شلیک داریم این LD ظاهر میشه، اینجا هم LD ظاهر میشه چشمک زن، و زمانی که به برد برسیم اجازه شلیک میده. من با لفت آلت و دبلیو آور راید میکنم و خواه 29L را شلیک میکنم. موشک خب کلن چه با لیزر چه بدون لیزر شلیک بشه، یه لافتی میکنه، اول به سمت بالا میره و موتورش خاموش میشه و دایو میکنه. میبینیم که اینجا هدف را گرفتیم روی این تانک.
یه نصیحت، اینجور وقتا میتونید موشک دومتون رو هم شلیک کنید اگر میخواین دو هدف رو بزنید. و به محض اینکه موشک اول اصابت کرد مثل این نقطه، هدف رو عوض میکنید، مثلا این تاک. بریم سراغ شکار این یکی لک لک. و برخورد. یادتون باشه حتما و حتما لیزرتون را خاموش کنید. علامت چشمک زن یعنی داره خنک میشه. و تیویتون، این لیزر خیلی پرتوان هست، اگر بیشتر از 2 دقیقه استفاده کنید آورهیت میشه و میسوزه. حتما در جریان باشید. توی هر میشنم که هواپیما تیکاف میکنه تا برگرده، مجموعاً نباید بیشتر از 20 دقیقه این لیزر استفاده بشه. نمیدونم حالا توی DCS اینو شبیه سازی کردن یا خیر، اما این موردی هستش که در مورد لیزر دزیگنیشن باید حتما بدونید، هم لیزر دزیگنیشن و هم لیزر بیم رایدینگ. خب یکم فاصله میگیریم تا بریم برای اتکران بعدی. مجدداً خودمون را فاصله گرفتیم، الائن میکنیم با جزیره لاوان. این جزیره لاوان هست که اهدافش قرار داده، باند فرودگاهش هم مشخصه. موتور آیدل میکنیم چون داریم شیرجه میزنیم. سیستم اشکوال روشن، گراند استابلایز. این پی آر که اجازه شلیک داریم الان داره میده به خاطر اینه که ما اوورراید کردیم. ببینید لیزر خاموش هست، میتونیم سلاح شلیک کنیم ولی اگر لیزر روشن نکنیم ویست میشه. اینجا به دنبال یه لک لک دیگه میگردیم، این تانک اول صف مثلا. خوابی 25 ام ال میخواییم خارج از برد شلیک کنیم، میتونیم بدون لیزر شلیک کنیم ولی خب خودش لیزر رو برای ما روشن میکنه، اینو یادتون باشه. یکم از خارج برد شلیک کردیم اما اشکالی نداره، میرسه مخصوصا وقتی ارتفاع داره. یکی دیگه شلیک میکنیم، میریم برای تانک دوم، مطمئن میشیم که لیزرمون روشنه و هدایت رو برای ما انجام میده. و اینم از برخورد دوم. همین شرایط برای موشک S25L هست. خیلی سریع کات میزنیم و شلیک اونم به شما نشون میدیم. یادتون نره، دوباره میگم، لیزر خاموش. شلیک بعدی را میخواییم با موشک و اصطلاحاً راکت S25L انجام بدیم. این راکت هست که میبینید داخل یک غلاف قرار گرفته، بعد شلیک میتونیم غلاف را بندازیم. یادمون باشه S25L پنجره شلیک کوتاهی داره و قدرت مانور پذیری کمی هم داره. اجازه بدیم آورراید را روشن بذاریم، اما و زمان شلیک ترجیحاً باید دماغه به طرف هدف باشه، چون که خیلی وقتا قدرت مانور اونقدر آنچنان قوی نداره که خودش را اصلاح کنه اگه خیلی آف تارگت باشه. بریم سراغ لک لک های بعدی. یکیشون را لک گرفتیم، چون دارم شیرجه میزنم حتی از این بردم میتونم شلیک کنم. لیزر روشن، رایفل. ما میتونیم حتی ویژوال لاک بگیریم، لازم نباشه به تیوی نگاه کنیم. اگر زوم بکنیم بعد برخورد یا حتی قبل از اون برخورد کرد، رایفل دوم اصلاح میکنیم به روی تانک دوم. ببینید فالو میکنه، دنبال میکنه لیزر ما رو و برخورد. مجدداً تأکید میکنم خیلی فراموش میکنن، لیزر خاموش. ما تا اینجای کار تانک‌ها رو با موشک‌های شکار کردیم که واقعاً سلاح‌های سنگینی بودن، یعنی کاربرد اصلیشون برای زدن تانک نیست. خب و با قدرت انفجار مهیب، با کلاهک‌های 90 کیلویی، 150 کیلویی، 300 کیلویی ما اینا رو ترکوندیم، منهدم کردیم. تو واقعیت هم برخورد مستقیم یک بمب یا موشکی که 300 کیلوگرم ماده منفجره داره، یه تانک رو واقعا سالم و زنده نمیذاره.
اما الان میخوایم از موشک ویخر استفاده کنیم، موشک سبک، کلاهک 10 کیلوگرمی، تندم هیت چارج، ضد زره و سلاح اصلی شکار تانک. ما چه کار میکنیم؟ خب طبق معمول اجازه بدین اسپید بریکمون رو باز کنیم، ویخر رو روشن میکنیم، ببخشید اشکوال را، موشک ویخر انتخاب میکنیم، به دنبال هدف میگردیم، اینجا فکر کنم دوتا هدف باشه، لاک میگیریم روی یکیشون اگه اشتباه نکنم، بعد لاک میگیریم، هدف رو داخل این قیف قرار میدیم. من آورراید رو بر میدارم که ببینیم کی اجازه شلیک میده. زمانی که توی رنج باشیم مثل الان و داخل این قیف شلیک باشه، داخل این دایره باشه، اگه بیرون باشه چشمک زن میشه. وقتی میاد داخل دایره، چون میخواد لیزر بیم رایدینگ بکنه، اجازه شلیک به ما داده میشه و این موقع است که ما میتونیم موشک ویخر رو شلیک بکنیم. موشک ویخر برای اینکه استابیلایز بشه، از قیف لیزر خارج نشه، میچرخه به دور خودش که پیداست و برخورد میکنه و تانک رو میزنه. حتی اگه مثل الان که نوشته 90% دمیج، چون بتل ریپورت داریم، نابود نکنه تانک رو، آسیب خیلی جدی بهش میزنه که در نهایت منجر به نابودی تانک میشه. شلیک دوم میشه انجام داد، اما یادمون باشه که توی سخو 25 تی شبیه سازیش نکردن و ما باید خودمون بعد از برخورد موشک اول که دیگه بیم رایدینگ نیاز نداره، سریعا لیزر رو خاموش و روشن کنیم. باید لیزر رو ریستارت کنیم. ببینید لکلک نابود شد، لیزر رو خاموش و روشن کنیم و دومی رو در حالی که هنوز داریم دایو میکنیم به طرف هدف شلیک بکنیم. این نکته یادتون نره. یه نکته دیگه هم اینه که لیزر بیم رایدینگ لیزرش با تایمر روشن میشه، لازم نیست شما یادتون باشه خاموشش کنید، بعد از یه مدتی خود به خود این خاموش میشه و دیگه از اون آورهیتش جلوگیری میکنه. مجدد حمله میکنیم، داخل کون قرار میدیم، شلیک موشک اول، موشک دوم رو داخل کون میذاریم قبل از اینکه برخورد کنه، لیزر خاموش روشن و شلیک دوم میتونیم اصلاح کنیم در طول مسیر. بریم روی هدف بعدی که خودش تانک اول انتخاب کرد. این نحوه سالو زدن با سیستم ویخر هست. میتونیم دوتا پشت سر هم شلیک کنیم. یادمون باشه، تاکید میکنم، موشک اول باید برخورد کنه، چون که به محض اینکه بیم رایدینگ رو خاموش کنین، چون این موشک داره دور خودش میچرخه و توی این ویدیو هم پیدا بود، سریعا منحرف میشه و استابیلایز، به قول معروف، استابیلیتی خیلی بالایی نداره. بونوس کار ما چی هست؟ جالبه بدونید که موشک ویخر پروکسیمیتی فیوز داره و میتونه برای زدن اهداف هوایی که سرعت پایینی دارن هم استفاده بشه. یه هلیکوپتر ما اینجا گذاشتیم برای هدف تمرینی. زمانی که این هلیکوپتر رو پیداش کنم، کات میزنم اونجا و نحوه شلیک رو بهتون نشون میدم. خب این هلیکوپتر رو به صورت چشمی پیدا کردیم. ببینیم که این چقدر باید نزدیک بشیم که سیستم اشکوال ما بتونه روش لاک بگیره. یکم باید ابعاد باکس سایزمون رو زیاد کنیم. تو ویدیو آموزش دیدیم 20 متر فکر کنم یکم بیشتر مناسب باشه، 25 متر میگیریم. نمیدونم چه فاصله بریم تا این سیستم بتونه تشخیص بده و تفکیک کنه هلیکوپتر رو برای اون لاک بگیره. زمانی که این اتفاق افتاد، ما میتونیم با موشک ویخر بهش شلیک کنیم. خب لاک گرفت روی 20 متر 19 متر لاک انجام شد، داخل بورد هستیم، هلیکوپتر داخل قیف قرار میدیم و رایفل. موشک ویخر اصابت میکنه. ما میتونیم اهداف هوایی که ارتفاع پایین سرعت پایین پرواز میکنن، حالا چه هلیکوپتر باشه و یا هواپیمای، هر هواپیمایی، اگر سیستم اشکوال ما بتونه روی اون لاک بگیره و لیزر بتابونه برای موشک ما بیم رایدینگ بکنه، ما میتونیم اون
هواپیما یا هلیکوپتر رو بزنیم. گفتم تاکید میکنم یک بار دیگه، موشک ویخر یه موشکی هستش که پراکسیمیتی فیوز هم داره و نیاز به برخورد مستقیم به هدف هوایی نداره. این نحوه کار شلیک استفاده از تسلیحات لیزری بود و آشنایی با اونها. امیدوارم که از این ویدیوی آموزشی لذت برده باشین. روک اوت.